سلام عليكم، بفرما. السلام علیکم آقای اللهیاری. عزت جان، بفرما. آقای اللهیاری، شما چند باره که دارین مطرح میکنید که مرد بشه بیاد اینجا اشکال علمی مطرح کنه، من شما جوابش رو بدم. الان شما مرد بشو اشکال علمی مطرح کن. باش، پس خوب گوش کن، تلفن رو قطع نکن. باشه، اگر با ادب حرف عاقلانه زدی قطع نمیکنیم. باش، من انشالله ادبم از شما بیشتر. عرضم بزرگتون که من به عنوان یک انشالله کسی که میخوام پیرو اهل بیت باشم، این علم رو قبول ندارم. خب خب حرف تو بزن دیگه. الو، سکوت نکن، خوب. حرف تو بزن. خب من به عنوان کسی که علم را قبول ندارم، شما برای من لطف کن با آیات و روایات، فقط با آیات و احادیث برای من ثابت کن که من حرامزاده هستم. اگر از روی عناد شما هر چیزی از آثار اهل بیت علیه السلام را قبول نداشته باشی، حرامزاده هستی. اما از روی جهل و نادانی، اگر باشد حرامزاده نیست، انسان جاهل هست. اینو من مکرر گفتم. از روی عناد، ببین، از روی عناد شما مثلا بگو من جهل. من از روی اجازه بده، اجازه بده، حرف من تمام شد. اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده. از روی عناد و از روی مثلا اینکه بدت میاد، بگی من از شهر نجف بدم میاد، من از تهران خوشم میاد، از نجف اشرف بدم میاد، از روی عناد و دشمنی این حرف را بزنی، بله که حرامزاده هستی. اما اگر بگی نه، از روی نادانی، گوش کن دیگر، حرف من تمام بشه بعد. گوش کن، نص حدیث میخوام. آخر صبر ببین، اگر یک بار دیگر این دیگه طریق علما نیست که نمیذاری من حرف بزنم. شما که وعده دادی که با عالمانه و عاقلانه صحبت بکنی و گفتی ادب شما از من بیشتره، خب صبر کن. خب بفهم. آره بفهم. از روی عناد اگر یک کسی این حرف را بزند که من از نجف اشرف خوشم نمیاد چون از امیرالمؤمنین علیه السلام از آثار اونها بدش میآید، این قطعا حرامزاده هست. چون چرا؟ چون روایات متواتر داری. من روایات را لازم نیست نشان بدم، قبلا زیاد خوانده ام و این را مردم. حالا یه بار دیگه شما گوش کن دیگر. من ببین بار دیگر فوق. این دیگر پنج بار با شما. این بار اگر وسط حرف بری قطع میشی، بعد گلایه نکن. آیات را من زیاد خواندم اینجا که کسی که عناد دارد با اهل بیت علیهم السلام، هم از طریق شیعه هم از طریق مخالفین، که او طیب الولاده نیست، او حرامزاده هست. اما اگر یک کسی از روی جهل مثلا، نه این که با امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام مشکل داشته، میگه نجف، شهر نجف پس عقب مانده هست، برق نیست، از این جهت میگه من از این خوشم نمیاد، اونجا نمیمونه. یا کسی درباره علم میگه که این علم مثلا شایده نبوده در اون زمان، این علم را آخونده است پیش خود درست کرده، مردم از این، از روی جهل اگر باشد، نه، اون انسان جاهلیه، او را باید ارشاد کرد. از روی عناد کسی که میداند حضرت امام حسین علیه السلام علم داشت، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام علم داشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علم داشت، حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف علم داشت، آمده میگه که نه، من اینو تز این بدعت، هر کسی اینو بیرون بیاد جهنم، قطعا حرامزاده است. کسی که از روی عناد و عالمان عامدان عنادت کوچکترین مخالفت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابدا قسم به خدای تو، اینها ایمان نمی آورند، ایمان مؤمن نیستند، مسلمان نیستند، ایمان ندارند، تا آن زمانی که در برابر هر فرمان شما کاملا خاضع، کاملا تسلیم باشند و حتی در ته دلشان، در داخل دل اینها کوچکترین مخالفت، ناراحتی با فرمان شما نباشد، تا اون زمان اصلا ایمان ندارند، اینا مسلمان نیستند. قسم به این آیه قرآن شریفه، این تنها علم نیست، هر امری که مربوط به اهل بیت علیهم السلام، یا کسی اگر میداند این از اهل بیت علیهم السلام، بعد بر یک طریق مخالفت میکنه، دیگر او اصلا مسلمان نیست، ایمان ندارد، اسلام ظاهری دارد اما او مسلمان نیست حقیقتا، او اسلام مانند عمر بر او احکام اسلام جاری میشود اما حقیقتا مسلمان نیست. حالا اگر حرفی داری بگو. خب این آیه که تلاوت کردین، لفظ حرامزاده کجاش داشت؟ ببین شما قرارش رو ثابت کنی که حرامزاده است. آها، حرامزاده رو روایتش من قبلا اینجا نشان دادم، شما دوباره میخوای ببینی؟ حالا یک بار، باش، حالا یه بار دیگه لطف کنید. باشه، چش. دوستان میدانن که من این روایت رو زیاد نشان دادم که کسی که همین باشه، حالا دوباره مستن. عزیزان، این من کتاب بحار الانوار، این حدیث در باب ولد الزنا بودن، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام، نوشته ای مرحوم علامه مجلسی، جزء 27 چاپ دار احیاء تراث العربی، صفحه 145 باب 5، ان
باب ان حبهم عليهم السلام علامة طیب الولاده و بغضهم علامة خبث الولاده. این که حب اهل بیت علیهم الصلاة والسلام علامت طیب الولاده بودنه و بغض اونها علامت خبیث الولاده هست. بله، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن لعلی ابن ابی طالب علیه السلام، یا علی، به شاه مردان فرمودن که برادرم، لا يحبك الا من طابت ولادته ولا يبغضك الا من خبثت ولادته، تو را دوست نمی دارد مگر کسی که طیب الولاده باشد و تو را دشمن نمی دارد مگر کسی که خبیث الولاده باشد. بله بله، از امام صادق علیه السلام علامات و ولد الزنا ثلاث، علامات انسان ولد الزنا سه چیزه: سوء المحضر، یکی این که ظاهر او ظاهر خوبی نیست، والحنین الى الزنا، میل به زنا نمودن، و دیگر چی؟ و بغضنا اهل البيت علیهم السلام. بله بله، و این که او دشمن اهل بیت طاهرین علیهم السلام. و اینجا خیلی روایت زیاد آورده ایشان. و قبلا این روایت من زیاد براتون نشان دادم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام: يا علي، لا يغضكم إلا ثلاثة: ولد زنا ومنافق ومن حملت به أمه وهي حائض. ترى دوست نمي دارد برادرم شاه مردان سلام الله عليه وآل أولاد ترى أهل بيت الطاهرين ترى أئمة هدات معصومين عليهم السلام را. بل دشمن نمي دارد، دشمن نمي دارد من بغض نمي برزد مگر سه طائفة: ولد زنا ومنافق وكن کسی که مادر او حامل به او شده در حال حیض، که اون هم همون فعل حرام انجام، نطفش از حرام بسته شده. خلاصه اینجا این روایات خیلی زیاده دیگر. حالا شما اینا را از ما میخواهید، اینا من قبلا زیاد خواندم برای